سلام. چهارمین و آخرین برنامه نامه ها و یادها در کنار حمید جاودان که متاسفانه یا خوشبختانه با همه اون چی که شنیدیم به کار بازیگری ارزش و اعتبار او دست کم از طریق خودم خیلی بهش پرداخته نشد، اگرچه در رابطه خصوصی گهگاه از غمها و شادیهای او با خبریم، ولی واقعا آقای جاودان جدا از ماسکا، جدا از اکران پرده سینما، صحنه تئاتر، خیلی هم شما رو نمیشناسیم، نمیدونیم این شادیهای شما، تأثیرات شما همونطور که در برنامه قبل گفتید چند بار و چگونه پنهان شده یا آشکار. خب دیگه گاهی اوقات ما خنده هامون رو میاریم جلو برای اینکه بازیگرها حق بیماری ندارن. گفتش که یک شخصی رفت پیش یک روانپزشک، گفتش که من خیلی مشکل دارم و استرس دارم و نمیدونم دپرشن دارم و اینها، افسردگی دارم، چه کنم، چه دارویی به من دارین؟ گفتش که دارویی نیست، یک دلغکی هست در این شهر، اون همه رو میخندونه، برو اونجا حالت جا میاد. گفت اون دلغک خود منم. حالا میبینین دلغک وقتی میگیم کلاون و کلون اینا، خب توی این زبان ها یک معنی دیگه داره، من نمیدونم این ترجمه یه قدری هم چین چیز داره، زمخته زمخته دلغک مرتی هنرش خایبه خندوندنش. دقیقاً ما نداریم، ما اشکام رو گاهی اوقات پشت درخت ها و اینا پاک میکنیم، ولی چیزی که هست اینه که من رو خنده، خب من عاشق خنده هم، خندوندن و خنده هستم. به نظر من تراژدی و کمدی در کنار هم به موازات هم حرکت میکنن و در بی نهایت با هم تلاقی میکنن، چون دو خط موازی میگه تا بی نهایت، در بی نهایت با هم تلاقی میکنن. این هم همونطوره، یعنی هر جا که تراژدی هست کمدی در کنارش هست و هر جا که کمدی هست تراژدی در کنارش هست. شما ببینی خنده چیزیست که باعث میشه یک مملکت رو، یک ملتی رو نجات بده، سرپا نگه داره، ولی خنده درجات مختلف داره. شما ببینین در فرانسه 4 سال طول کشید تا طنز گزنده‌ای که نسبت به آلمانا داشتن بتونه زدود، 4 سال طول کشید و بعدن چند سالها طول کشید که اون 4 سال بتونه زدوده بشه. مال ما الان 40 سال داره طول میکشه. خب ببینید شما دائما ایرونیا چیز جوک میفرستن برای شما، الان که دیگه انقدر چیز زیاد شده تک 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 همینجوری میفرستن و خب بعضی اون خیلی بامزه است، ولی این خنده ها خنده های درستی نیست، خنده هایی است که از روی نفرت، از روی انتقام جویی، از طریق اینهاست. شما ببینید مثلا میگم، مثلا من یکی روی چیزی که کار میکردم، دارم الان کار میکنم، یک کار تک نفر است که دارم روش کار میکنم، اون داستانی است که حالا بعدن گفتی از خودت بگو، حالا دیگه میگم دیگه قربونت برم، تمنا میکنم. میگه که مثلا یه جا اینجوری که ما یه پوست موز رو بنزیم رو زمین، خب بعد شخصیت میگه آقا من یه پوست موز دارم تو خیام، دیدم یک پیرزنی در از اونجا میخواد انجوره چی، گفتم خدایا نره اونجا بیفته، وای وای اگه بخوره زمین من دیوونه میشم، این حیوانی پیرزن داره میلرزه، انجوره چی باش بخوره زمین. بعد آه خوشبختانه از بغلش رد شد، خیالم راحت شد. بعد دیدیم یک شخصی که خیلی چیزه اینجوری داره رد میشه اونجا، گفتم آخ خدا کنه این بخوره رو بره روش رخ و مردم از خنده. آیا این خنده خنده درستی است؟ نه، یه خنده است که از روی نفرت، از روی انتقامه. بیشتر خنده های ما تبدیل شده به این، اگر ما طنز ناب رو بخوایم بیایم بهش بپردازیم، طنزی است که از تمام وجودت میاد بیرون و لذت میبری، طنزی است که تو رو به فکر وامی داره و با زیبایی. شما ببینید مثلا داستان خنده، خنده در نزد طبقات مختلف فرق میکنه خندیدن. مثلا شما یک جایی توی مجلسی ببینید که مثلا همه افرادی باشن که خیلی اینجوری مثلا وایسا میگه، مثلا یه داستان طرف دقیقاً خنده که هست حالا داره میمیره از خنده. خب حالا شما اینو مثلا برای یک شخص دیگه تعریف کن که خیلی شیله پیله ای نداره، میگه این ادا بیفتی زمین بچرخی اصلا در یه جایی مطروده. اینه که من در روی این سوژه الان کار میکنم که در واقع یک داستانی است که من قبلا
این رو فکرشو کردن داستان یک بازیگری که پرتاب شده و کارتون خواب شده تو خیابونه، که این در واقع انقدرش رو، یعنی 5 دقیقه 10 دقیقه شو آوردم توی یک نمایشی که در نویسنده عزیز دوستم که در پاریسه و یک کارگردانی که دوستم اون هم کارگردانی کرد، من اول اون آوردم به عنوان لذی به قول کمدی دلارته آوردم تو اونجا چیز کردم، بعدا همینو بازش کردم، یک ساعت و نیم در لندن اجرا کردم. حالا از بر اساس این دارم این کارو میکنم که یک آدم کارتون خواب با کارتون هایی که درست میکنه، کارتون هایی که جمع میکنه که بره شب بخوابه توش، با این چی میتونه درست کنه که یهو احساس کنه که مثلا در یه قصر داره زندگی میکنه. یعنی ببینیم ما گاهی اوقات باشد که وقت باشد که انسان میبیند که توی یک جایی میره که خیلی همچین مجلل و اینها همه چیز اشیای نفیس اونجا هستش، ولی احساس میکنی که چیز نیست توش، بزرگواری توش نیست، احساس میکنی، ولی میری توی یک اتاق خیلی کوچولویی میبینی چقدر لذت میبری و احساس میکنی که توی در یک قصر داری زندگی میکنی. و اون هنر زندگی کردن در واقع چجوری میشه که شما در هر شرایطی که هستین با هنر از خودتون دفاع کنید. این رو شما کجا پیدا کردید؟ بیشتر در تئاتر یا در سینما؟ در تئاتر. در تئاتر. قابل لمسه. دیگر رو لمس. دقیقاً. یعنی اینه که شما بینندگان رو نمی‌بینید؟ چرا می‌بینمشون؟ این فقط خاصیت نام‌ها و یاد است. نمی‌بینمشون. به لطف سوالایی که می‌کنی با وجودت و انرژیت و به لطف فیلمبردار فرشاد عزیز که بسیار با لطافت این کارو میکنه و آدم دعوت میشه تو دوربین و با دوربین میره اونجا، همینش که منشون بده شما دارم نگاه میکنم، شما دارین من نگاه میکنی، من یه جوری ببینین تصور دیگه، انسان با تصورش زندگی میکنه، با خیالش زندگی میکنه، این خیال هاست. اتفاقا شخصیت که من دارم در موردش صحبت میکنم این با خیالش زندگی میکنه، یعنی مثلا حواس یه صبحانه میکنه، بعد این قاشق چنگال نداره، با چیز میبره قاشق و چنگال درست میکنه، بعد میگه حالا میخوام یه صبحونه بخورم، یه صبحونه میخوره، یه مگس هم میاد میگه این مگس هم فکر میکنه که اینا واقعیه، یعنی اینم وارد تصور من شده. حتی من میگم که زندگی آیا یک رویاست؟ زندگی آیا یک کابوسه؟ زندگی شاید یک رویایی باشه، یعنی همینه که ما میگیم شاید رویاست. من دست کم این سوال شما رو در این گفتگو غیر واقعی میدونم و میدونم که واقعی است، برای که سالهاست در واقعیت کاری شما حاضرم، در برنامه نامه‌ها و در زیر آسمان پاریس بارها کار شما را از نزدیک دیدم و لمس کردم، خوشحالی و خوشبختی ما همون موقع هم ابراز کردم. چون به پایان برنامه نزدیک میشیم دلم میخواست که چندین یادگار را از شما طلب بکنم، صحنه‌هایی را که بازی کردید، کدوم تئاتر کدوم فیلم یادگار شما شد، شخصیت هایی که دیدید، در واقع فصل آخر کتاب هنری شما بدون اینکه بسته بشه چه بخشی رو شامل میشه؟ ببینید اگه مثلا یه جوری رفرانس بخوام فکر کنم بهش که از نظر بازیگری برای من چه آورده، داستان ببینید فیلم سنگ صبور برای من حالا ممکنه میگه نقش نهش رو بازی میکرد، حالا من نمیدونم، ولی کسی نمیگه اینو، البته یک نفر در تمام تاریخ چیزی که از اون گذشته به من گفت، آدم خیلی فریخته ای هم هست، ولی خب اینو به شوخی گفت، بعد خودم فهمید که چه اشتباهی کردین، نه اینکه به من بر بخوره، ولی تعجب کردم از این آدم که این حرف رو بزنه، گفتن کسی دیگه بگن اشکال نداره. ببینین من در اونجا من اینو قبول کردم این نقش رو به خاطر اینکه با هیچی باید از خودم دفاع میکردم، هر چند که چند تا سکانس داشت تو این صورت شما کم نگفت در کنار گلشیفته فرهانی که بازیگر ماهر سینما، دقیقا شما هم نقش خودتون رو داشتین. بله آخه چند تا سکانسی بود که یا پلانی بود که اینها چیز بود، فلشبک بود در واقع، که اینا گرفته شد ولی در مونتاژ همش برداشته شد و من اولش گفتم چرا این کار کردم، بعدش دیدیم که نه اتفاقا چقدر خوب کار کردم، اگه میموند ضربه میزد. من چیزی که در اینجا گرفتم و کاری که کردم منو برد تو داستان بچگی خودم، برای که من در سن که
به 6 ماه هم بود، 5-6 ماه هم بود زاتوریه گرفتم و مردم. و یک کسی در خانواده بود که گفت نه این نمرده، من سیاه شده بودم، منو بغل کرد روز زمستان، نه زمستون نبود، روزی بود که زمستان نبود ولی برف همه جا رو فرا گرفته بود، مثل که مثلا بعد منو برد بیمارستان و وقتی برگردم من گریه میکردم، داد بغل مادرم که میخندید. این قصه ای که من زندگی کردم اونجا که میگفتن این مرده و من نمرده بودم و احساس میکردم که من نمردم، ولی با عجیبه که من در 6 ماهگی مثلا یه همچین اتفاقی، من اینو آوردم توی همین نقش و اونجا بود که اون فریاد میزد که اینجا من تو تمام وجود من اینا میچرخید. من این دو سال رو، خب عتیق بسیار رفیق عزیزمه، این رو که تموم شد بعدن یوشی وایدا که کارگردان بزرگ اوپراس و از به اصطلاح دست راست پیتر بروکه، ایشون نقش اول اوپرای خاک و خاکستر رو در اوپرای لیون به من داد که من رفتم اونجا اجرا کردم. اینا که گفتی بگو، دیدی یواش یواش در از اون زیر دارم میگم برات. یک نگفته ای رو هم باقی گذاشتید که اصلا دقیقا به موضوع نگفتن میپردازه، سانسور. صحبت از سانسور که میشه، خب خیلی آدم به فکر داشته میشه به این صورت که نمیدونم، خیلی عجیبه که دوستان گاهی اوقات برای این که شاید بخوان توجیه کنن خیلی چیزاشون رو میگن که اتفاقا سانسور بزرگترین اتفاقات هنری و ادبی در زیر سانسور اتفاق افتاده است. شما روسیه را ببینید نفرم. آقا جون عزیز دل، حرفا چی از کجا بود؟ پس یعنی خوبه، بس خوبه، پس ما جنگمون چیه دیگه؟ مشکلمون چیه؟ تمام دنیا داره صحبت میکنه از سانسور، ولی بس مشکل ما کجاست؟ تمام دنیا از سانسور صحبت میکنم، مبارزه میکنم با سانسور. خب یاس بس عقلشون پارسنگ برمی داره دیگه. نه ببینید، فرقی است بین اخته شدن و ختنه شدن. یعنی اینها میخوان انسان رو اخته کنند، یعنی فکر اخته میشه در زمان سانسور. شما ببین پروتوکیوف، نمیدونم شوستاکوویچ، استراوینسکی، از اون بر بگو نمیدونم بولگاکوف، اینا حرف که روسیه که میگن زمان استالین فلان کردن، نه اتفاقات میافتاده، ولی مسئله ای که هست اینه که سانسور اخته میکنه هنر رو، جامعه رو، ادبیات رو، نوشتار رو، چیزی که هست این است که شما میگین پس چی در شرایطی که همه آباد آزاد همه چیز باشن و فلان کرده باشن هیچ اتفاق نمیفته. چرا؟ میدونین چجوری اتفاق میفته؟ اتفاق به این صورت میفته که ما میریم هی بالاتر، حالا اسمش رقابت میخوایم بذارین، چالش میخوایم بذارین، هر چی. وقتی که یکی کاری کرده تو میری از اون بالاترش رو انجام میدی، اون میگه از اون بالاترش رو انجام میدی، هی میریم بالاتر، نه با در سطح مردم، مردمی که نادانن نزول کرد، با سطح مردم نادان رو کشید اینجوری برد بالا. این وظیفه هنرمنده. هنرمند میاد میگه که سانسور خوب است، خیلی غم انگیز است. شما مثلا دوستان عزیز میان خیلی دل میبندم به خیلی چیزا که با مثلا با اصلاح کردن اینها و اصلاحاتون این حرفا چی عزیزم؟ یه چیزی که ساختارش غلطه هیچ کارش نمیشه کرد. اصلاح میدونی یعنی چی؟ اصلاح کردن یعنی این. حالا عرض میکنم، میخوام یک چیز سمعی و بصری برای شما تقدیم کنم. ببینید گه چون تیغ به دستاری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت، این تیغ نه از بهر ستمکاری کردن و بقیش. خب این به نظر من یعنی اصلاح. خب این برداشته شده ولی تمام این ساختار سرش مونده در جای خودش، به همین سادگی عزیز دارم. به این چیزا دل نبندی، قرمتو برم، به این چیزها نباید چیز کرد. یک داستانی است که اتفاق افتاده. حالا من این حرفا رو میزنم ممکنه که
همینجوری خیلی ها مثلا خب چیز کنن، نه من دوست دارم که حرفام رو پوسکنده و راست بگم و هیچ خطری هم من رو تعقیب نمیکنه، برای اینکه وقتی که درست حرفتون رو بزنی سخن آزاد بگو، هیچ مترس هیچ کس. من هیچ وقت با هیچ قدرتی هیچ مشکلی نداشتم، برای اینکه ترس نداشتم از کسی.